خزانه‌داری آمریکا دو تن از عوامل نیروی تروریستی قدس را تحریم کرد. بانک کنلون چین دریافت و پرداخت‌ها با ایران را متوقف می‌کند. افزایش حضور نظامی رژیم ایران در سوریه. وزارت خزانه‌داری آمریکا دو تن از عوامل نیروی تروریستی قدس را تحریم و لیست گذاری کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه اول آبان منتشر کرد، نام اسماعیل رضوی را که با نام مصطفی مهاجری نیز شناخته می‌شود، به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه کرد. در این اطلاعیه همچنین آمده است محمد ابراهیم اوحدی که با نام‌های جلال اوحدی، جلال طاهری و یا جلال واحدی نیز شناخته می‌شود، به این فهرست افزوده شده است. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این دو تن با نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان طالبان مرتبط هستند. برایان هوک، هماهنگ کننده اقدام علیه حکومت آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، در پیامی با اشاره به توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مجاهدین در پاریس گفت: در اروپا اخیراً یک توطئه بمب‌گذاری کشف شد و بلژیک اکنون دیپلمات مسترد شده رژیم ایران را دریافت کرده است. همه علائم نشان دهنده این است که این حمله دارای اثر انگشتان این رژیم می باشد. این همان کاری است که رژیم به مدت 39 سال در سراسر جهان انجام داده است. با نزدیک شدن تحریم‌های آمریکا، بانک کنلون چین دریافت و پرداخت‌ها با ایران را متوقف می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد بانک کنلون کانال انجام معاملات چین با رژیم ایران آماده شده است تا پرداخت‌ها از رژیم ایران را تحت فشار تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا علیه این رژیم متوقف کند. خزانه‌داری آمریکا بانک کنلون را در سال 2012 به دلیل معامله با رژیم ایران و انتقال پول به نهادی مرتبط با سپاه پاسداران تحریم کرده بود. جمعی از دانشجویان علوم پزشکی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در پی اشتباهات صورت گرفته در پذیرش دانشجویان ورودی سال 97 و پاسخگو نبودن کارگزاران رژیم به وضعیتشان روز سه‌شنبه مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه در تهران تجمع کردند. رژیم آخوندی بعد از ثبت نام، پرداخت شهریه و دادن کارت دانشجویی به دانشجویان به آنها اعلام کرده که پذیرششان اشتباهی بوده و امکان تحصیل برایشان فراهم نیست. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه روز سه‌شنبه در اعتراض به بیکفایتی کارگزاران رژیم در دانشگاه تجمع کردند. آنها به نشانه اعتراض ظروف خود را در محوطه دانشگاه روی زمین چیدند. رانندگان تاکسی در مریوان روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پایین بودن کرایه‌ها مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. جمعی از رانندگان وانت‌بار در تهران روز سه‌شنبه با امضای توماری خطاب به کارگزاران رژیم خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران حضور خود را در غرب فرات از جمله در دو شهر آلبوکمال و المیادین واقع در شرق سوریه در نزدیکی مرز عراق گسترش دادند. بنا به این گزارش رژیم ایران و شبه نظامیان وابسته به این رژیم که هزاران تن از آنها در مناطق مختلفی از سوریه مستقر هستند، حضور خود را به گونه‌ای توسعه دادند که جنبه‌های اجتماعی و تجاری را نیز در بر می‌گیرد. طوفان روز سه‌شنبه در روستای زلزله زده جابری در سرپل ذهاب خساراتی بر جای گذاشت. بر اثر طوفان کانکس‌های مستقر شده در این روستا به دلیل اینکه مقاوم سازی نشده بود واژگون شدند.